نشست بررسی وضعیت افغانستان با اشتراک وزیر خارجه کشور ایتالیا، سفیران آمریکا، چین و افغانستان در شهر روم برگزار شد. در این نشست روی دخالت کشورهای همسایه افغانستان در ناامن ساختن این کشور و همچنان افزایش کمک برای بازسازی افغانستان صحبت شد. باد احمدی که در این کنفرانس حضور داشت از شهر روم ایتالیا گزارش فرستاده است که با هم ببینیم. وزیر خارجه ایتالیا در این کنفرانس گفت مشکل افغانستان از طریق کشورهای همسایه این کشور باید حل شود و تا زمانی که ایران و پاکستان صادقانه در تامین امنیت این کشور تلاش نکنند، امنیت در این کشور همچنان با چالش مواجه خواهد بود. وزیر خارجه ایتالیا میگوید مشکل افغانستان از طریق کشورهای همسایه این کشور باید حل شود و تا زمانی که ایران و پاکستان صادقانه در تامین امنیت این کشور تلاش نکنند، امنیت در افغانستان همچنان با چالش مواجه خواهد بود. فرانکو فراتینی وزیر خارجه ایتالیا گفت کشورش به جهت مبارزه با تروریسم، تامین امنیت و بازسازی افغانستان همچنان در این کشور باقی خواهد ماند. او میگوید قرار در سال آینده میلادی تعداد سربازان ایتالیایی و همچنان بودجه جهت بازسازی در افغانستان به خصوص حوزه غرب این کشور افزایش یابد. آقای فراتینی گفت ما در تلاش هستیم تا بورسیه‌های تحصیلی را برای دانشجویان افغان مهیا کنیم و در جهت حمایت از اطفال و زنان افغان برنامه‌های جدیدتری را روی دست بگیریم. همچنان پایین جون سفیر آمریکا در ایتالیا که در این کنفرانس حضور داشت از حمایت مردم و دولت آمریکا از آزادی بیان و دموکراسی در افغانستان سخن گفت و اضافه کرد که دولتش همچنان در جهت کمک به بازسازی و آوردن صلح و ثبات در این کشور تلاش خواهد ورزید. در این کنفرانس خبرنگاران افغان به ارتباط وضعیت کنونی افغانستان به اشتراک کنندگان معلومات دادند و از کشورهای کمک کننده خواستند تا افغانها را در جهت مبارزه با تروریسم بین المللی تنها نگذارند. در امین حال وزیر خارجه کشور ایتالیا میگوید پس از این 80% از کمک های آن کشور به اختیار دولت افغانستان جهت مصرف قرار خواهد گرفت. او فساد اداری را از عمده ترین نگرانی های جوامع بین المللی در افغانستان عنوان کرد. فواد احمدی، تلویزیون آریانا، شهر روم، ایتالیا.